د لوی او مهربانه خدای په نامه د افغانستان ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او زما د هیواد خبرونې مینوالو سلامونه او درنښت تاسو وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نننونۍ د ځانګړي راپورتاژ موضوع مو د بغلان ولایت ته د هیواد د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر سفر ده. دا چې د یاد سفر موضوع څه ده، موږ سره تر پایه پاتې سئ او د یاد سفر په هکله به تاسو ته معلومات وړاندې کړو. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري بغلان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه ولایت له سیمه ییزو چارواکو او بزګرانو سره وکتل. په دې کتنه کې د هیواد د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر د کرنې په برخه کې د نوې ټکنالوژۍ پر مسلکي کېدو او کارولو ټینګار وکړ او د بغلان ولایت له هغو کروندګرو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. قدم اول روح پاک شهدای اخیر ولایت بغلان را دعا میکنیم. اللهم اغفرهم وارحمهم واجعل الجنه مثواهم، اللهم اقبل شهادتهم، اللهم آت لاقربائهم صبرا جميلا اجرا جزيلا وبديلا حسنا برحمتك يا ارحم الراحمين. حاضرین محترم، این سنت الهی است روزی که آدم علیه السلام خلق کرده تا به امروز سنت الهی عظمی قرار است در هر سمت و ساحه، در هر قرن و وقت امتحانا و افتلاحات می آید. بعض وقت با سختی، بعض وقت با سهولت، بعض وقت با خوشسالی، بعض وقت با سیرسالی، بعض وقت با مرگ میر، بعض وقت با خوش و خوشحالی و شادابی، بعض وقت با زلزله، بعض وقت با انواع امراض و آفات و مصیبات، الله سبحانه وتعالی بنده هایش را افتلاح و امتحان میکند. بله، در امی اواخر یکی از مصیبت ناگهانی، یک افتلاح امتحان الهی در ولایت بغلان رخ داد. یکی در قومان و عزیزان ما و شما شهید شدن، زخمی شدن، خانمان و زندگیش را از دست دادن. این یک افتلاح امتحان الهی بود، بخیر گذشت. الله سبحانه و تعالی بقایای ما و شما را سرفراز و سربلندی، صحت و سلامت و عافیت و دارین برایشان نصیب بگرداند. در حفظ امان خود حفاظت بپرماید. حاضرین محترم، در این عرصه قدم اول سطح رهبری امارت اسلامی خود حاجی ملا صاحب مبارک که یک سرمایه کلان ما و شما در هر عرصه هستن، حاجی ملا صاحب ملا عبدالغنی برادر آخوند اینجا خودشان تشریف آوردن و روزها شبها با امرای شما در امی غم و سخت و سهولت شریک بودن. سطح ولایت اجمال صاحب عبدالرحمن حقانی شخص مخلص و خادم و جامعه و ملت و مردم و نظام، اونا روز اول تا آخر با امرایتان بوده. تمام اردو و پرسونل و مسئولین امارت اسلامی با امرای شما بوده. وسایط و تجهیزات و هوایی و زمینی این نظام با امرای شما بوده. معنای ای است که این نظام، بزرگای این نظام، مسئولین این نظام، مامورین این نظام در غم و خوشی با امرای شما هست، در سختی و سهولت با امرای شما هست. چرا؟ این نظام از خود شما هست، این مسئولین از خود شما هست، اینا توته بدن شما هستند. اینها را شما دم و دو دوره اشغال در آغوش مهر محبتتان نگاه کردین، اینها هم در همه عرصه با امرای شما هست. هیچ کدامشان از طرف کدام نظامی نامده، از طرف کدام خارجی نامده، کدام دکته تحریک خارجی ندارن. همهشان اونمو طالبا، اونمو ملاها، اونمو شخصیتها، اونمی اشخاصهای خالص و مخلص وطن شما، پرزندان شما هستن. بناهن در هر حالت سخت و سهولت این نظام، مسئولین این نظام با امرای شما است. در امو سلسله ما به حیث خادم وزارت زراعت
با همه امکانات با همراه شما هستیم و تیم های ما که دمی طرف آمده را هستند اونا ماموریت دارن که در ارتباط اونمو خراب شدگی زمین ها و در ارتباط خراب شدگی کانال ها چه واسه امکاناتی که چه بودجه ای که چه در سعی تلاش ما هستن ما با همراه شما هستیم. اینمی وزارت زراعت هست به خاطر امی که امو خصوصیت زمین برایتان برابر کنن. کدام نوع زراعت دمی زمین میشه او را برایتان مشخص بکنن. ریاست زراعت به منجا به مخاطر است. صدها مسلکی ها و انجینرها به مخاطر است. الحمدلله افغانستان پرایمان انجینر صاحبا داریم ما. انجینرها در بخش زراعت و مالداری. حالا که یک سیر تخم کشت بکنین و ده سیر حاصل بگیرین در جای شما اونمونجا کمی ذهن تبدیل بکنین و امو خاک مشخصاتش بپامین و امو تخم در اونجا بریزین و در جای ده سیر پنجاه سیر بگیرین مشکل خانواده هم حل میشه، یک چیز در جیبتان هم میمانه. یا در ارتباط مالداری سال همه ساله سال 12 ماه هم ما ده پنجاه صد گوسپند خود در کوه ها میچرانیم، گرمی و سردی را امونجا تیر میکنیم، همه سختی و تکلیف و مشکلات میکشیم. در آخر هم که چند تا گوسپند خود بکشیم در بازار بپروشیم از 5000 اضافه نمیگره. چرا؟ این زیاد گوشت میکنه، 15 16 17 18 کیلو گوشت میکنه، اینا در بازار قصاب هم که کشته بپروشه از این اضافه جور نمیشه. علت خیلی کجاست؟ علت دمی نسل است. این نسلی که شما نگاه میکنین این نسل بسیار کم وزن و کم گوشت است که ای به این نمیارزه که شما دال سال 12 ماه سر این زحمت بکشید. این وزارت زراعتتان اینجا ریاست زراعتتان آمریت مالداری دارن برایتان تشخیص میده که کدام نسل شما نگاه کنین. ای را که بپروشین اینا تا 30 کیلو تا 35 کیلو تا 25 کیلو تا 40 کیلو گوشت میکنند. بازار که بپروشین او 5000 میشد ای 15000 میشه. در ارتباط هر کدامشان یک تغییر نظر به کار است. با تبدیل نظر با تغییر نظر تبدیل تغییر اقتصاد می آید، رشد اقتصاد می آید. و در ارتباط زراعت و باغداری اصلی زراعت در سه نقطه خلاص می شه: کاشتن و پرورش و برداشتن. وقت کاشتن یک تبدیل نظر یک تفکر به کار است. در ارتباط پرورشش خو یک فکر به کار است که به چه طریقه ما را پرورش بدهیم. وقت برداشتم با یک شکلی ما برداشت بکنیم که بازار خرید و فروش داشته باشه، بازار و دنیا خرید و فروش داشته باشه. این تمام میوه‌جات ما، تمام محصولات ما، تمام حبوبات ما در ملک ما به فروش نمیرسه. دنیا به خود او تشنه است و البته کدام معیاری که کدام خواسته ای که اونا دارن دا او برابر شود. 100% برابر نشه و 50% خود برابر شود. فعلا خود کدام زراعت مالداری ما داریم او طبق فکر و برداشت ما هستن بنان بازار هم ندارن. در این عرصه وزارت زراعت در خدمت شما هستن. ما سال گذشته در این ولایت هر ولد یک انجینرهای برجسته بخش زراعت روان کردیم که تو برو دمو وزارت دمو ریاست با امرای رئیس زراعت کار کو، دمو ولایت چی میشه چی نمیشه، چی مشکل داره چی مشکل نداره، امنا را تو مشخص کو. رئیس زراعت مشوره بتی، دمو مشوره بتی، تا که ما بتانیم که این ملت خود بیدار بکنیم. این بنام مالداری هست خواز، بنام زراعت هست خواز. باید این ملت خود بیدار کنیم، آگاه شوند که امروز این زراعت رنگ بسیار خوبی پیدا کرده، بیا تو از او استفاده کو. حاصلات و محصولات عواید خوب میاره، بیار تو هم از او مستفید شو. و مخاطر امروز در حضور والی صاحب، در حضور شما بزرگا، در حضور رئیس صاحبا که این مجلس گرفتیم، ملک ما ملک زراعت و مالداری هست. تا که ما اینمی بخش خود تقویه ندهیم، تا که ما از این بخش یک چیز محصولات در دست نداشته باشیم، تا که ما از این بخش یک چیز صادرات نداشته باشیم، دیگه با بیل کلنگ زدن با خارج رفتن دیگه و دیگه این مشکل حل نمیشه. خیلی تجار صاحبا احساس خوبی دارن، ما ازشان تشکر میکنیم. دمی دو سی سال خوب کارا کرده راستن. سال گذشته اینا از سپاه شمال از بلخ و انگور تازه بلخ بچه رسیدن به روسیه و مسکو رسید. او مردم خیلی به خوشحالی میخوردن.
انتخاب خوبی داشتم. با مو شکل خربوزه و تربوز افغانستان عین اروپا رفتن، تا به امریکا رفتن، مردم خیلی در این ناحیه خوشحالی داشتن. همچنان ما میوه های تازه و بسیار خوب زیاد داریم در ملک ما. او میوه ها یک میوه بسیار عادی حساب می شود و حالا که او در سطح دنیا خیلی ارزش دارن. بنان تجارای عزیز، بیاییم که او ایده اقلام مواد خوراکی پوشاکی ما که در افغانستان جور نمیشه بیاریم، لیکن او ایده اقلام مواد خوراکی پوشاکی که مواد خام اصلیش اینجا پیدا میشه بیان از این کار بگیریم. پنبه ما، پخته ما اینجا ارزش نداره، لیکن تمام کالای ما از خارج میآید. حتی البسباب اطفال ما هم از خارج میآید. بیاین که این همه پنبه پخته وطنی را جمع کنین، ماشینش بیارین، بشانین، صدها هزارها جوانانتان هم کار پیدا کنین، 80% مردمتان هم که زراعت پیشه هستن اینا را هم تقویه بکنین و این همه کالای بدن و مردم و ملتتان را هم از همینجا تهیه بکنین. مطمئن باشین که از او واردات کرده در این صادرات پایدهتان زیاد میشه. خدای پاک این کیسه بودجه و اقتصاد که برایتان نصیب کرده مبارکتان باشه. ما برایتان خیر مبارک میخواهیم. بیاین که ای را در ملک، در صحنه صادرات و صنعت و وطنی شروع بکنیم. په همدې حال کې د بغلان ولایت مسؤلین وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله په دغه ولایت کې سلګونه اجیره به کرنیزې ځمکې او د استوګنې کورونه تخریب شوي او د اسلامي امارت له رهبرۍ څخه د کروندګرو او اوسیدونکو سره د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. وزیر صاحب محترم ته دا خبره کوم، بغلان ولایت کې سږ کال تقریبا څو مصیبته وه. یو مصیبت دا و چې بارانونه په وخت باندې ونسوه، هغه للمي دایمجات کښتونه چې و، زراعتونه چې و، هغه نه وسوه. او دوهم مصیبت دا و چې د خدای جل جلاله تقدیرات دي، د الله جل جلاله ابتلاګانې دي. سیلابونه راله، داسې توپاني بارانونه وسوه، سیلابونه راله، او زموږ د دغه بغلان ولایت د ولس و د ملت کورونه خراب کړه. ډیر کورونه داسې سوه چې مکمل خراب سوه، تخریب سوه. څه کورونه نسبي خراب سوه او په ډیر غټ تعداد سره مځکې دا تر سیلابونه لاندې سوې، د خلکو کښتونه مکمل ختم سوه. حتی بعضې ځایونو کې داسې سوه چې هغه مځکې هم د زراعت او بیا د استفادې څخه ووتلې، هغه بیا د استفادې قابل نه دي. کورونه هم دا رقم سو چې کورونه یې په رود یا په مانده یا په خوړ باندې بدل سو. نو زموږ بغلان ولایت ولس و ملت دغه څو ستونزې لري چې دایمجات یا للمې نه وسوې او ورسره بیا وروسته بیا سیلابونه راله، بې موسمه بارانونه او توپانی بارانونه وسوه چې د خلکو کورونه هم ویوړه او د خلکو زراعتي مځکې ویوړې، د خلکو هغه کرلې زراعت یې ټول د منځه ویوي. و په دې کې مو د وزیر صاحب محترم څخه خاصه غوښتنه ده چې په دې کې یو خاصه توجه وکړي، که د وزارت امکانات او که نور د وزارت مربوط موسسات د وزارت په بخش کې کومک کوي چې هغو سره خاصې ناستې وکړي، د هغو خاصه توجه د زموږ ولایت زراعتکارانو او زموږ د ولایت دغه متضررو خلکو ته یو خاصه توجه وکړي، چې خدای جل جلاله وکړي دا زموږ ستړی او ناتوانه ولس و ملت د دغه مصیبته څخه ووځي او دغه مصیبتونه جبران سوي، د دوی سره کومک وشي چې د دوی مطلب کورونه خراب شوي، کورونه جوړ شي، زراعتي مځکې خرابې شوي، هغه زراعتي مځکې بیرته جوړې شي، زراعت یې خسارتمند سوی د هغه بدل ورکول شي. هغه چې مطلب د دوی خپل د وزارت په بخش کې کم ترتیب لري یا د وزارت سره مربوطه خیریه بنسټونه دي یا بشردوست موسساتې دي یا نور څوک په دې اړه باندې کومک کولی شي، چې د هغو سره مجلس وکړي، د هغو توجه د زموږ د خلکو خسارات ته راواړي. جناب حاجی وزیر صاحب محترم،
واقعا ولایت بغلان یک ولایت زراعتی هم است و یک ولایت نیمه صنعتی هم است. از اینجا معلوم می شود که واقعا مردمی بغلان، ولایت بغلان مردمش یک مردمی کارگر و یک مردمی قابل به شمار می رود. جناب حاجی وزیر صاحب، والی صاحب محترمم اشاره کرد که متاسفانه امسال به سبب ای بارانای طبیعی که در ولایت بغلان سیلاب‌ها سرازیر شد و واقعا یگانه زیادتر متضرری که شد است دهاقین ما شد است، هم از نگاه زراعتشان از بین رفته است و هم از نگاه باغیاتشان از بین رفته است، هم کانالایشان تخریب شده است، هم بندای آبشان تخریب شده، حتی و به خاطر تحکیمات زمینای زراعتیشان بندا ساخته بودن، امو بنداها هم از بین رفت و تخریب شد. واقعا به همگی هویدا و معلوم است که دیگه باز وزیر صاحب به شما زیادتر معلوم است که یک کشوری که متکی به زراعت باشد، پس تا زمانی که زراعتی از او سری پا نشود و به خودکفایی و به پیشرفت نمی رسد. واقعا ولایت بغلان یک ولایت است که نیم تقریبا صنعتی است و پور زراعتی است. انشالله ما امیدوار هستیم که در این راستا با مردم بغلان، با خصوصا با اداره زراعت یک کمک درست صورت بگیره که تا که ما بتانیم امو بندایی که تخریب شده است امو بندا را ما جور بسازیم، یا امو کانالایی که ریگ و جغل پر شده است ما او را پاک کاری بکنیم. واقعا با کوشش جناب والی صاحب و مؤسسات خیریه ای که در ولایت تخار مؤسسات داخلی و بین المللی دیگر شاروالی بغلان مرکزی یک تعداد کانالای ما را صفا کردن و پاک کاری کردن، آب و پس به زراعت مردم جاری ساختن. ما از خدمت های از اونا، از تلاش جناب والی صاحب و دیگر مؤسسات و شاروال صاحب مرکز بغلان مرکزی تشکر میکنیم که واقعا خیلی خدمت ارزنده ای کردن. اما این کمک هایی که فعلا صورت گرفت است، اما این بسنده نیست که شما بازم از دن دهاقین ما و مالدارای ما میشنوین که چقدر مال در این ولایت ما تلف شده است و چقدر 120,000 جریب زمین للمی و آوی تقریبا از بین رفته است. حتی یک تعداد زمین ها را بالایش جغل و سنگ آمده است، حتی مردم همی توانی از این را نداره که امو جغل و سنگ از او را او طرف بکند و این زمین را پس دوباره به زراعت آماده بکند. انشالله سخنها را بزرگایی که در اینجا انتخاب شدن انشالله به حضور همگی میرسانه، اما گیمان با هم میشنویم. ما از جناب حاجی وزیر صاحب تقاضای ما میاست که در راستای زراعت و به ولایت بغلان یک توجه خاص صورت بگیره که تا که دهاقین ما و مالدارای ما مردم سر پا شوند و عرضه خدمات در راستای زراعت بکنند. فقط یو تو ضروریات تا سیدی مونگ تاسی پا ولایت که اگه دی پیشنهاد پک شکو که مونگ جناب وزیر صاحب تمکی کو چې اول د کانالو په اعتبار سره، ځکه دا ځمکې څومره سب رونق پیدا کوي که سرسبزي کېږي، آبادیږي، زراعت حاصلیږي، هغه په اوبو باندې حاصلیږي. نو په همدې اعتبار سره لکه څنګه چې مخکې جناب والي صاحب محترم او رئیس صاحب محترم هم دا خبره یاده کړله، نو موږ هم دا خبره ورته یادوو چې موږ کانالونو ته خلک توجه وشي. دوم، باغونه او ځنګلونه لکه څنګه چې موږ ته ډېر معلومات کېږي او آریایزم ولایت ته راځي چې د دوی د ساتنې پوره اهتمام وشي، نو محافظینو ته ضرورت ده. د محافظینو نه ډېر شکایت کېږي چې غرض محافظین پکې کم دي، که چېرې دغه د ځنګلو لپاره، ځکه بغلان ولایت داسې ولایت ده چې غرونه هم آباد دي او اوارې هم آباد دي او اوبه هم ډېرې لري. که چېرې د اوبو نه په صحیح طریقه باندې استفاده وشي، د موږ به انشاءالله د زراعت کې نور هم ډېره ترقي راسي. نو په همدغه اساس باندې زموږ غوښتنه دغه ده، که چېرې د موږ دغه ځنګلونو ته او غرونو ته توجه وشي او محافظینو ورته اضافه سي،
ترڅو د زنګلو ښه محافظت وشي. دریم د مالدارانو په حساب باندې چې په مالدارۍ کې دا ضرورت ده چې د هغو اوبه دوی لپاره څه حوضونه په دښتو کې جوړ شي چې هلته اوبه ورته ذخیره شي. د یادونې وړ ده چې بغلان ولایت د هیواد په کچه یو له کرنیزو او صنعتي ولایتونو څخه دی او د دغه ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت. د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د نننی راپورتاج چې د بغلان ولایت څخه مو تاسو ته وړاندې کړ. تر بلې خپرونې چې زه صفی الله سلیمان خیل ستاسو په حضور کې حاضرېږم، په لوی او مهربانه خدای می سپارم.